با درود و سلام و سپاس از اینکه بیننده و شنونده این نوبت از برنامه های آینده ایران هستید. امیدواریم مثل همیشه برنامه های آینده ایران رو که گهگاه دیر و زود تهیه میشه همچنان دنبال کنید. در این نوبت از برنامه آینده ایران که با اسفندگان روز زن ایرانی و 8 مارس روز زن جهانی مصادفه با بانوی از نسل بعد از انقلاب 57 گفتگو میکنیم. فروغ کنعانی یکی از زنان فرهیخته و با فرهنگ ایران که پس از گذراندن دوره فوق لیسانس کشاورزی در رشته کنترل بیولوژیک و محیط زیست برای ادامه تحصیل به آلمان اومدن و در رشته مدیریت پایداری اجتماعی و بین‌المللی ادامه تحصیل داده در مرحله دفاع از تز دکتراشون هستند. خانم کنعانی در همین حال پایه‌گذار مؤسسه زنان سافو برای کمک به زنان فارسی زبان ایران و افغانستان هستند و در واحد مدیریت شهری در آلمان کار می‌کنند. اما از همه مهمتر البته از دید من، ایشون عضو فعال شورای مرکزی جبهه 7 آبان و در جناح راست لیبرال جبهه، جناح مخالف من هستند. برای یادآوری بد نیست بدونیم که اعضای جبهه 7 آبان در طیف گرایش‌های سیاسی در سمت راست و چپ میانه قرار می‌گیرند و همچنین جمعی هستند از مشروطه‌خواهان پادشاهی‌خواه و جمهوری‌خواهان مشروطه‌خواهان جمهوری‌خواه. خانم کنعانی به برنامه آینده ایران و تلویزیون ایران فردا خوش اومدید. درود بر شما خانم طبری نازنین، برای من بسیار باعث افتخاره که در خدمت شما و بینندگان عزیزمون امروز هستم. سپاس از دعوتتون. همچنین تشکر از آمدنتون. حالا سوالمون رو شروع کنیم. حالا از اونجا که گفتیم در تقویم، در تاریخ تقویم بین دو روز زن اسفندگان ایرانی و 8 مارس جهانی هستیم، به این دلیل گفتگو رو با اسم زن آغاز میکنیم. درباره انقلاب زن زندگی آزادی در شهریور 1401 مطالب زیادی گفته شده و نوشته شده، اما یکی از وجوه بارز این انقلاب اینه که تموم نشده و ادامه داره. از زبون شما بشنویم این تداوم به چه معناست؟ ببینید، اتفاقی که در شهریور 1401 شروع شد یک خیزش انقلابی بود که با یک نگاه حتی نه چندان عمیق جامعه شناسانه هم که نگاه کنید میدونید که این خیزش انقلابی دارای پتانسیل های بسیار بالایی بود برای رسیدن در واقع به یک مرحله انقلابی. و ما وقتی که در مورد مرحله انقلابی صحبت میکنیم، مرحله هستش که در واقع اون رژیم چنج یا به قول معروف براندازی یا سرنگونی جمهوری اسلامی توش اتفاق میفته. به صورت عمومی در فضاهای سیاسی اتفاقی که میفته این هست که خیزش های انقلابی در تناوب اتفاق میفتن، در یک دوره هایی بالا و پایین دارند، اما هرچه به زمان در واقع اون هدف اصلی یعنی خود انقلاب نزدیکتر میشه، قاعدتا فاصله بین اینها کمتر میشه. شما اگر به جنبش های اخیر ایران نگاه کنید، به خصوص در دو دهه گذشته که دیگه مردم به ذرس قاطع به این یقین رسیدند که از جمهوری اسلامی حکومتی برای ایران در نمیاد که یک دلش برای این خاک بسوزه، دو دلش اصلا برای هموطن بتپه. بنابراین این جریانات اعتراضی شروع شد با کوی دانشگاه، جنبش سال 88 منصوب به جنبش سبز بود. در واقع ما این تحرکات رو دیدیم. اینها جنبش هایی بودند که همینطور که اطلاع دارید خیلی درون سیستمی نگاه میکردند، یعنی سعی میکردند که مطالباتی رو از خود حکومت جمهوری اسلامی داشته باشند که به سرعت این قضیه مسجل شد که حتی در این حد هم این سیستم اصلا امکان دموکراسی نداره. بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که جنبش ها درسته که در یک سکون نسبتاً طولانی، یعنی از 88 تا 96 بوده 8 سال فرو رفتن، اما در سال 88 در سال 96 با یک خیزش جدیدی مواجه شدیم که اتفاقاً انگیزه های اقتصادی داشت که خب خیلی وقتا در انقلاب ها این پدیده پیش میاد. معمولاً دیکتاتوری ها وقتی از نظر اقتصادی فروپاشیده میشن یا فروپاشیشون به چشم میاد بیشتر در معرض این خطر قرار دارد. اما یک تغییر عمده کرد روی کرد مردم و اون این بود که دیگه روی کرد براندازان بود. یعنی ما اولا این جنبش رو در قسمت‌های مرکزی ایران به شدت شاهد بودیم. بخشایی از حاشیه هم درگیر شد، از ایذه تا مشهد بسیار جنبش فعال ادامه پیدا کرد.
اما یک چند نقطه داشت که به قولی نقطه عطف ماجرا بود. یکی اون جایی بود برای من که شعار اصول اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا سر داده شد. یکی اون لحظه بود که کشاورزان و اتفاقا مذهبیون بعضن یا حداقل قشر سنتی معترض در مثلا نماز جمعه پشت به امام جمعه رو به میهن پشت به دشمن رو گفتن که اینها برای اولین بار بود که به این حد آوانگارد و رادیکال در فضای نمادین سیاسی ایران رسیده بود. این در سال 98 به اوج خودش رسید. یعنی دو سال بعد دوباره این اینتروال به قول معروف این فاصله کمتر شد، دوباره جنبش به خیابان رسید، باز هم با انگیزه های شبه اقتصادی. منتها شدت اتفاقی که در سال 98 افتاد دیگه فقط بحث اقتصادی نبود، کامل نشون میداد که مردم به اعتراض سیاسی دارن میپردازن و اونجا بود که این کلمه براندازی، شخص اول نظام و کل نظام رو تحت هدف گرفتن و همه مهمتر بحث گذار مطلق از جمهوری اسلامی و سرنگونی اون مدام مطرح می شد. جمهوری اسلامی اشتباه استراتژیک خودش رو در اون سال مرتکب شد که به گونه ای یک ضربه محکم بر پیکره نیمه جان خودش بود و اون قطع اینترنت و کشتار وحشتناک و وحشیانه مردم در خیابان ها بود. ظرف 3 روز به روایتی حداقل 1500 کشته و چندین و چند نفر زندانی و مفقود بر روی دست جامعه ما و در واقع برای مبارزین ما گذاشتن، چیزی که نفرت عمومی رو به جمهوری اسلامی در واقع نشون داد و از همه مهمتر به حداکثر خودش رسون. بعد موفق شد این صدا رو به جامعه جهانی برسونه. من یادمه که فعالان اجتماعی به خصوص در فضای سوشال میدیا بسیار فعال عمل میکردن و این صدا بلند شد در جنبش 1400. درست در لحظه‌ای که شاید خیلی از ماها فکر نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم جامعه در واقع در یک رکودی فرو رفته، این خیزش به شدت و با گستردگی بزرگ و برای اولین بار با انگیزه‌ای که پای یک زن در اون درمیان. ببینید ما مثلا اوایل انقلاب مرحوم هما دارابی رو داشتیم که خودسوزی کرد در اعتراض به قانون حجاب. بسیار پدیده تلخی هست. دکتر دارابی به خاطر اعتراض از دست دادن کارش و هویتش به نوعی خودش رو کشت، متا اعتراض شکل نگرفت. متا قتل مهسا امینی انگار این کاسی صبر رو تبریز کرد و این قطره آخر در این فضا بود. این طولانی شدن اعتراض 1401 به ما نشون میده که یک، فاصله اعتراضات خیلی کم شده، یعنی همینطور که اشاره کردم در این سال رو میبینید که این اینتروال هی کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شده و از همه مهمتر اینه که طولانی بود. یعنی در 1401 نه مردم داخل ایران به قولی ما میدادن، نه اپوزیسیون خارج از کشور و دیاسپورا. یعنی ما فکر کنید در نظر بگیرید هر اتفاقی که میشد تصور کرد رو انجام دادیم. از اکسیون های اعتراضی همین الان که من با شما صحبت میکنم، مثلا من بی نهایت هموطنه در خارج از ایران میشناسم که از راهپیمایی های اعتراضی برای مثال از فرانکفورت تا برلین رو دارن انجام میدن، از سوئد دارن فعالیتاشون رو برامون میفرستن، در همین آلمانی که من هستم در هامبورگ یک چادر اتحاد برگزار شد. یعنی مدام در کشورهای مختلف همایش های مختلف، جنبش ها در واقع به گونه های هنری اعتراضی ادامه پیدا کرده، یعنی وا ندادن. برابر این که میگم زنده است، حتی با اینکه خیابون به خاطر شدت سرکوب خالی شده، اما چون روح انقلابی مونده و انگار مردم پیگیرن، بنابراین میتونیم بگیم که این جنبش همچنان زنده است و فقط در مرحله فرودش هست تا برگرده به مرحله فراز. بله به طب در ایران همین چیزی که میگید دقیقا حاکم استش، ولی از اپوزیسیون خب گله های زیادی هست برای اینکه متحد نمیشن و یک صدا نمیشن. اما حالا چون داریم راجع به زنها صحبت میکنیم، برگردیم به اپوزیسیون و مسئله زنها که میگیم، یعنی این چیزی نیست که من بگم، همه میگن علی رغم حضور فعال زنها در سیاست در داخل، همونطور که گفتین بیش از 60 زندانی زندانی سیاسی زن در جمهوری اسلامی داریم، ولی با این حال چهره اپوزیسیون خیلی مردونه است و هنوز اون حضور زنها، البته غیر از هفته آبان، در این اپوزیسیون، این هم چیز میگم بالاخره برای تبلیغ خودمون میگم یه مقداری، فکر میکنین حالا کلن صحبت بکنیم، فکر میکنید آیا این عدم تمایل زنهاست یا فرهنگ مردونه یا اپوزیسیونه، کدومشه؟ واقعیتش هر دو، یک ترکیبی از هر دوی خانم طبری عزیز. اگر بخوام بگم بخشی
این هست که به صورت سنتی، من راجع به سنت‌های خیلی خیلی قدیمی البته دارم صحبت می‌کنم، زنان انگار پذیرفته بودن زمانی که به هر حال براشون امن‌تر بود به خاطر مادر شدن یا حالا به خاطر هر تقسیم کاری که به خاطر شرایط فیزیولوژیک و البته شرایط اجتماعی اون زمان، حتی دارم زمان ابتدای یک جانشینی صحبت می‌کنم، صورت گرفته. زنان انگار تصمیم گرفته بودن که تن بدن به این که به قولی خانه نشین باشن و اتفاقا این براشون خیلی امن‌تر هم بود. یعنی تا سالهای سال این ایده به این ترتیب مطرح بود که مردها در واقع به زنها سرویس میدند به خاطر اینکه اونها وظیفه مادرانگی رو به عهده گرفتن. خب این مزایا و معایبی داشت، اما اثراتش بزرگترین معایبی هست که موند در حتی جامعه کنونی ما. یعنی به صورت سنتی خانوم ها سالهای سال خودشون از فضاهای سیاسی و اجتماعی با هم جدا می کردند و دور می کردند و حتی اگر زنانی فعالانه می خواستن وارد بشن هم ازشون ممانعت به عمل می آمد، برای اینکه فکر می کردن خب این وظیفه این خانوم نیست که وارد سیاست بشه. به جنبش های ابتدای قرن اگر نگاه کنید برای گرفتن حق رأی، مثال های بارز دقیقا همین اتفاق و همین مبارزه اجتماعی با زنان هست. آنچه که در فضای ایران به خصوص خیلی مهمه اینه که ما با سه فاکتور مهم در واقع طرف حساب هستیم. بحث اول در بحث زنان ایران اینه که ما با یک جامعه جمهوری اسلامی زده طرف، یعنی جامعه ای که تمام پروپاگاندای خودش رو، تمام ابزارهای آموزشی خودش رو علیه توانمندسازی زنان به کار برد. یعنی تا تونست جدا‌سازی کرد بین زن و مرد. اما یه سوالی مطرح کنم. خب من از نسل قبل از شما هستم، نسلی که در دوران پیش از انقلاب به دنیا آمدم و بزرگ شدم و در دوران ما به هر دلیلی که هستش من زنهای زیادی رو میشناسم که در عرصه اجتماعی و شرکت داشتن، ولی سیاست یک قدری مردونه بود. در ایران ما وزیر زن داشتیم، دومین وزیر زنان رو در ایران داشتیم، ولی حالا واقعا مسئله زنها بود یا اینکه مسئله فرهنگی؟ البته مسئله فرهنگی اشاره کردین، ولی واقعا اون بخش قضیه، یعنی مردونه بودن عرصه سیاسی رو چطور میبینید؟ ببینید سیاست خشن خانم توری، یعنی اینو دیگه من و شمایی که الان تو سیاست هستیم و به اون در واقع کشیده شدیم به خوبی داریم درک میکنیم. سیاست حسبیه و سیاست کمی جسارت میخواد. من به وظایف فیزیولوژیک خانم ها که اشاره میکنم، البته ببخشید من چون بخشی از بکراندم در بیولوژی موظفم قاعدتا این رو هم در تفسیرم به کار میارم، برای مثال بحث مادرانگی وقتی مطرح میشه زنها خیلی شجاع میشن به خاطر اینکه یک موجود بسیار وابسته بیگناه به اونها در واقع احتیاج داره، اما در این حال بی‌نهایت هم محتاط میشن، چیزی که در مورد پدر یا مردها قاعدتا لزومی نداره. یعنی همیشه شما این اطمینان رو به خانم خانواده دارید که این وظایف رو به عهده بگیره، ولی عرصه سیاست عرصه‌ای نیستش که شما بتونید اینقدر بی‌محاب واردش بشید. بنابراین یکی مثل من وقتی وارد عرصه سیاسی میشه، خب طبیعتاً قید داشتن بچه رو میزنه. من فکر میکنم که خب وقتی شما به یک حکومتی که میتونه حتی ترور داشته باشه طرفید، بایستی انتخاب کنید. نه که من این رو که تجویزی بدونم برای همه خانوم ها، ولی میخوام بگم احتیاط تا کجا پیش میره و احساس مسئولیت سیاسی تا کجا پیش میره که شما یه جاهایی حتی انتخاب میکنید. در مورد خیلی از خانوم ها صادقه و از همه مهمتر فضای بسیار خشنی هست. یعنی سیاست چون بحث قدرت و لابی هست، خیلی بیرحم با شما برخورد میکنه، ملاحظات اجتماعی و حتی بعضا اخلاقی و حقوق بشری نداره. حذف بسیار توش نرماله، حالا چه حذف فیزیکی چه حذف سیاسی، و این بالا و پایین ها یک استرسی فرای استرسی که اصلا شاید یک قشری از جامعه بهش احتیاج داشته باشن، حتی آقایون به فرد وارد میکنه. بخشی از این فضا از زنها گرفته شد به صورت سنتی، مثل نسل خودتون که بهش اشاره میکنید، و زنها بیشتر مثلا به سمت جامعه شناسی کشیده میشدن یا حتی در تقسیم شغل آقایون مهندس، این اتفاق خیلی برای سالهای طولانی نرمالی بود، کم کم داره شکسته میشه. یعنی الان مثلا شما بیشتر زنانی رو میبینید که دارن وارد سیاست میشن. از همه مهمتر این که چون فضای سیاسی ایران ضد زن بود، یعنی ما نه تنها سنت زده بودیم بلکه راجع به جمهوری اسلامی ضد زن هم داریم صحبت میکنیم که اصلا نمیتونه زن، یکی از تبعیضاتی که تو ایران بهش روا میشه به خاطر جمهوری اسلامی تبعیض سیاسیه. یعنی شما نمیتونی رئیس جمهور بشی، شما نمیتونی رمدم مثلا اگه رهبر چیزی بود ما قبولش هم میداشتیم، شما نمیتونی رهبر بشی و بعضی مشاغل به شما داده نمیشه، نهایتا یک وزیر برای یک خانم در نظر گرفته میشه، در حالی که شما در کشور دیگه این قضیه رو نداره.
و یک چنین فضایی طبیعتاً انگار این رو به صورت پنهان هم که شده پالس میده به شما که خودتون از این فضا بکشید بیرون. ضمن این که این حتی ادبیات سیاسی چه در اپوزیسیون چه در غیر اپوزیسیون گاهی وقتا بسیار زد بزن و این چیزی هستش که شاید یک خانم تحصیل کرده نخواد، حالا کسی که توانایی های سیاسی داره یا خانمی که به هر حال لیدر هست یا حالا هر چیزی، خودش رو در این مزان قرار بده، اصلا نخواد مورد این قضیه قرار بگیره. فکر میکنه من با توانایی های لیدرشپ و هدایتی که دارم میتونم برم در بیزینس و اونجا حسابی پول در بیارم و خب همچنان هم در این خطرهای اضافه خودم رو قرار نمیدم. برای که خانم ها اصولا نگرش فکری و منطق ذهنیشون نه همیشه نه 100%، اما غالبا به این سمت و سوی که امن‌تر و کم چالش‌تر رو انتخاب کنن، چون میگم به صورت تکاملی خیلی ها با این قضیه کنار اومدن که اینجوری پیش برن. این قانون نیست، اما خب میتونه ترجیحی برای خیلی ها باشه، حداقل از نظر سنتی و فرهنگی. البته در مورد این میشه زیاد بحث کرد و گفتگوی فراوانی داشتش، ولی یک سوال دیگه بکنم قبل از اینکه حالا برنامه وقتمون تموم بشه، اینکه چرا تصمیم گرفتیم به جبهه هفت آبان بپیوندین؟ این موضوع خیلی مهمیه، به هر حال وارد سیاست شدین و جبهه هفت آبان انتخاب کردین. ولی برای خیلی از خانوم ها به خصوص حالا هم نسلان من و هم فکران من بیشتر به نصر ربطی نداره، من ترجیح میدم به نوع تفکر ربطش بدم. فضای ضد زن اصلا معنی نداره، این میخواد در اپوزیسیون باشه یا در جمهوری اسلامی. من در جستجوی آزادی از ایران خارج شدم و اینجا هم با همون منش میمونم، با همون تفکر میمونم و به قول معروف مهمترین چیزی که دارم همین تمنای آزادی و همین ادعای شرافت هست. تفکر من لیبراله و مجموع این پیش زمینه ها رو که کنار هم بذارین، خانم طبری عزیز، من احتیاج دارم به تفکری که تفکر لیبرال رو بپذیره و اصلا مهمتر فضا پذیرای من به غیر از در واقع فرای جنسیت هم باشه، اصلا من رو ممان انسان ببینه. این اتفاق در هفته آبان موجود بود، یعنی وقتی که با من تماس گرفته شد برای عضویت در جبهه، من اولا شاکه شدم که چرا اینقدر دیر با من تماس گرفتن و بعد مسئله دومی که مطرح شد این بود که خب من با تفکر خودم میتونم وارد بشم و اصلا به من گفتن اصلا لازم نیست ما راجع به این قضیه بحث کنیم، شما همین تفکری که دارید بسیار هم خوش آمد میگیم و اصلا میخواییم که ازش هم دفاع کنیم. و این که من میتونم همیشه راجع به جبهه حتی نگاه نقادانه داشته باشم چه بین خودمون چه بیرون، این نعمت خانم طبری. شما کجای جمع سیاسی دارید که مدام را نمیفته و مثل این تبلیغاتچی ها تبلیغ خودش رو بکنه، بلکه میاد و گاهی هم یک شمشیر انتقاد رو به سمت خودش میگیره. من این رو فقط البته در جبهه هفته آبان دیدم، در کمتر کسی دیدم، یعنی قدیمی ها میگفتن به درسته مشکان است که خود بگوید نه که عطار بگوید، ولی واقعیتش اینه که این که ما حتی اجازه داریم خیلی کریتیکال یا حتی خیلی منتقدانه به خودمون نگاه کنیم در جبهه، بر من یک نعمته، چیزی که من دوست دارم یاد بگیرمش، تمرینش کنم و از همه مهمتر در آینده سیاسی ایران این رو پخش کنم، نه تنها تفکر آزاداندیشی رو بلکه تفکر نقادانه ولی منصفانه رو. این یک ترکیبی بود که من در فضاهای سیاسی به این آسونی ها نمیدیدم. درسته، خیلی خوشحالم که این موضوع رو توضیح دادید. من تو معرفی شما گفتم که شما از جناح راست میانه هستید، که من خودم رو از جناح چپ میانه میدونم. فکر میکنید این و همینطور توی هفته آبان ما جمهوری خواه داریم و پادشاهی خواه داریم، ولی هممون مشروطه خواه هستیم، به سنت ها و تاریخ و فرهنگ خودمون بسیار وابسته و ملیگرا هستیم در کل. فکر میکنید حضورتون رو در هفته آبان به هر حال یک جور کنش و واکنشی با تفکرهای مختلف چه کمکی میکنه به اینکه شما ذهنتون در مورد به اصطلاح مسائل سیاسی و تفاوتها، اختلافها، نه دشمنیها بازتر باشه؟ این رو چطوری میبینید در هفته آبان و بر خودتون چه تأثیری داشته؟ بهترین اتفاقی که در مورد هفته آبان تا حالا من تجربه کردم به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی این بود که ما بابت نوع تفکرمون تفتیش عقاید نمیشیم، یعنی برخلاف فضای سیاسی مسمومی که برای مثال در فضاهای مجازی مثل مثلا ایکس یا توییتر سابق میبینید که مدام به شما میگن چرا فلان چیز رو نگفتی، چرا چنان بس رو مطرح نمی‌کنی، حالا بگو این هشتگ رو بزن،
این بحث اصلا اینجا مطرح نیست و این رو بهتون بگم برای من واقعا خط قرمزیه که هرگز دلم نمیخواد ازش رد شم. یعنی این کلن این که به منش من، به تفکر من و به اون عقیده من احترام گذاشته نشه، نه که عقاید قابل احترام باشن ها، نه، به عنوان این که این تبدیل بشه به ابزاری برای بی احترامی یا در واقع برای قضاوت شخصیتی، این اتفاق در هفته آبان نمیفته. در واقع ما هرگز این رو بحث نمی کنیم که مثلا خانم طبری شما چرا چپ میانه هستید، بیا لطفا راست افراطی باش حالا یا راست اولترا راست باش. این بحثیه که اصلا واقعا تاریخ انقضاش رسیده و ما همین رو نداریم. اما چرا من راست میانه هستم؟ من اشاره کردم خانم طبری بزنیم، من در رویای آزادی اومدم و سابقه تاریخی بسیاری از حکومت‌ها در جهان نشون میده که این لیبرالیسم بوده که تونسته هم از لحاظ اجتماعی با اون احترامی که به فردیت و به آزادی‌های فردی میگذره، آزادی بیان، آزادی عقاید و و و در واقع به نوعی متضمن یک آزادی اجتماعی پایدار در جامعه باشه. و تفکر راست هم بیشتر جنبه اقتصادی داره. یعنی من فکر میکنم اقتصاد راست بهتر جواب میده، بهتر میتونه در دراز مدت کارنامه مثبتی رو ارائه بده، با اینکه ممکنه، ولی این رو البته خدمتتون عرض کنم، من برای جامعه ایران اصلا منکر این نمیشم که ما به اصلاحاتی که اصولا چپ به قول معروف میتونه وارد سیستم اقتصادی کنه و نه اجتماعی، بیشتر اقتصادی، احتیاج داریم. چرا؟ خب ما کشوری هستیم که بر پایه منابع طبیعی غنی استوار هستیم. یعنی من کاملا میتونم با دوستانی مثل شما که نگاه به قول شما چپ میانه دارن یا به قول سوسیال دموکرات هستن بشینم و بحث کنیم و ببینیم که با چه آلترناتیو هایی طرفیم که بتونیم در واقع به حد اکثر تفاهم بر سر بحث اجتماعی سیاسی و البته اقتصادی این دو دیدگاه برسیم. بله، متاسفانه میرسیم به پایان وقت برنامه. ممنونم. فقط یه توضیح بدم که ما همه به دموکراسی لیبرال معتقدیم، چه چپ باشیم و چه راست باشیم. به هر حال میرسیم به پایان برنامه. با سپاس فراوان از خانم فروغ کنعانی، همکارانم در تلویزیون ایران فردا، روز و شب خوشی رو برای شما آرزو میکنیم در هر کجا که هستید.